سلام و درود گرم به شما بینندگان محترم با این برنامه زنگ سلامتی که در خدمتون هستم امیدوارم که همیشه شاد و سلامت باشید خب ببینید دوستان و بینندگان عزیز بحث سلامت خیلی وسیعه و خوشبختانه با پیشرفت علم و تکنولوژی و اطلاعات و اصول درست ورزش کردن میتونیم از خیلی از بیماری ها پیشگیری بکنیم و یا اگه احیانا دچار بیماری و یا آسیبی هم شدیم باز روش های درمانی خیلی پیشرفت کردن و به همین لحاظ اول از همه بایستی سعی بکنیم که تا جایی که میتونیم بیماری ها را پیشگیری بکنیم که اونم متد و اصول خودشو داره و اگه احیانا هم دچار بیماری شدیم بایستی سعی کنیم متخصص مربوطه رو پیدا بکنیم و از روش های به روز دنیا استفاده بکنیم تا بیماریمون رو ترمیم کنیم قبل از اینکه به ادامه برنامه بپردازیم در رابطه با آسیب های ورزشی یک کلیپی در سوشال میدیا دیدم چند روز گذشته که حیفم اومد براتون نشون ندم چرا که دقیقاً همون حرفایی را که بنده در طی این چند سال براتون در برنامه های مختلف زدم و تو این کلیپ به طور کامل داریم میبینیم و نکته دیگه که در رابطه با این کلیپ هرچند که به بحث روز ما هم ربطی نداره ولی نشون دادم اینه که ببینید ما تا مشکلات رو از طریق اصولی درست نکنیم و روی اصولی برای بهبودی و ارتقای نظام سلامت ما گام بر نداریم به اون صورت موفق نخواهیم بود همونجوری که در برنامه های این چند سال دیدین دهها برنامه بنده در رابطه با اخلاق حرفه‌ای و کودهای اخلاق حرفه‌ای و اصول استاندارد روز دنیا براتون ارائه دادم و نکته ای که حائز اهمیت هست اینه که مسئولین مربوطه بایستی کارشون رو به خوبی انجام بدن تا شاهد چنین مشکلاتی نباشیم بارها اشاره کردم همکاران زیادی در سایت های مختلف می و میگن حتی این مشکلات اصول اخلاق حرفه ای تا جای پیشرفته که خیلی از همکاران با وجدان هم علنا در رابطه با اینا حرف میزنن ولی همجوری که در ادامه این کلیپ خواهید دید مسئول مربوطه میگه بله مردم باستی گام بردارن بیان شکایت کنن که نکته خوبی رو هم میگه ولی مسئولین هم به اندازه کافی از این مشکلات و اینجور کارهای غیر اخلاقی اطلاع دارن پس منصر مردم نباشن چون اولا مردم وقت ندارن حوصله ندارن راه حلشو بلد نیستن شما مسئول که میتونی یک گامی برداری شروع کنید بهتره و امیدوارم که اینجور مشکلات و مسائل در نظام سلامت ما یه روزی تموم بشه چرا تا موقعی که این مشکلات رو داریم متاسفانه عده زیادی ضرر خواهند کرد خب بریم با هم این کلیپ کوتاه رو ببینیم برگردیم در خدمتون هستم جود پایبندی اغلب پزشکان به مبانی سوگن نامه برخی پزشکان با گذر زمان اصول آن را به فراموشی می سپارند. رفتم دکتر گفتن که حتما به این آزمایشگاه بیام. آزمایش آماده سونا داریم بعد بگن نه ما قبولش نداریم. بریم فلانجا و با این کار به جای آن که مرهمی برای دردهای بیماران باشند دردی به درد آنها می افزایند یه جایی میتونی بری آزمایشه بدی ارزون ترس میگن بار اینجا باید در زیادتر پول بدی رفتم آزمایشگاه گفتن که 10 تومن 12 تا 12 تومن میگیریم ولی شما باید برید اون آزمایشگاهی که من میگم اون آزمایشگاهی که گفتم یه گفت 70 تومن مریضا سرگردون میکنه اینور اونور چرا کلا هر جایی فقط این آزمایشگاه را قبول دارم این آزمایشگاه داره کار تخصصی انجام میده ما اصلا هم چیزی نداریم توی شهر اصفهان 162 تا آزمایشگاه داریم که همهشون تقریبا همه خدمات انجام میدن از یه جایی دیگه این همه نمونه گرفت مثلا تو همین شهر اصفهان هست همه یکی دقیقه آخرین بار باورم نشد که این دکتر داره درست میگه یا نه دیگه خسته میشیم بعضی وقتا من خودم میکنم اما حکایت آدرس هایی که در مطب پزشکان یکی پس از دیگری به دست بیماران میدهند مخصوصا از شهرستان آزمایش میاریم که دیگه اصلا قبول نمیکنن نمیدونم با خودشون قرارداد بستم قراردادای چی قراردادی که ببندیم با پزشکای اینجا اوه. که موظفشون کنید مریضاشون رو موظف کنن که بیان اینجا از ما فقط دارو بگیرن برای پیگیری ماجرا به صورت تصادفی با یکی از آزمایشگاه های تماس گرفتیم اگر ما بیمارانمون رو ارجاع بدیم به آزمایش آزمایشگاه شما درصدی که در نظر میگیریم برای پزشک چه درصدیه؟ از پرداختی بیمار 25 درصد لاسی درست اگر از فرد مریضا رو بفرستید آخر ما شما حساب بیدیم و پولو بگیم کنم این قوله هم بدم که پشیمون نمیشه. اگر به هر دلیلی پزشک شک داره روی نتیجه آزمایش از همون آزمایشگاه بخواد که مجددا برای بیمارش آزمایش انجام بده اگر دید که اصرار پزشک بر یه مرکز خاصی هست حتما میتونن تشریف بیارن نظام پزشکی شکایت کنن و ما بین شکایت رسیدگی میکنیم و حتما پزشک رو قرار خواهیم داد و ای کاش در خاطر برخی پزشکان بمانه همجوری که در این کلیپ دیدید یه بیمار میره پیش دکتر دکترش آزمایش مینیسه براش میگه شما برو این آزمایشگاه آزمایشگاه جوابشو میفرسته به اون دکترش و از اون ور در خیلی از شرایط یه آزمایش دیگه می نویسن موضوعات اکسری، امارای و تمام بیماران در حلقه نظام سلامت مرتب ارجا میشن به متخصصین مختلف خب وقتی که این نظام سلامت روی یک اصولی پیش بره دیگه شاهد چنین مشکلاتی نخواهیم شد بنده بارها از افراد مختلف شنیدم که میگه ما رفتیم داروخانه دفترچه رو دادیم که دارو رو تحویل بگیریم بعد که اومدیم خونه دیدیم سه صفحه از دفترچه از اون پشتاش کنده شده که بعدا میبرن پیش همون دکتری که ارجاع داده به اون داروخانه یه نسخه مینیسه یه مور میزنه میرن از بیمه پول اضافیشو میگیرن و یا تو همین رشته فیزیوتراپی و یا سایر رشته های بخشی بیماری رو که باعثی به فیزیوتراپی بره دکترش میفرسته به کاردرمانی بیماری رو که باعث پیش کاردرمانی بره میفرسته پیش حرکت اصلاحی و این چرخه همجور تکرار میشه و همون دکتری هم که این کار رو میکنه از یک جای دیگه ضربه میخوره پس ببینید نکات در رابطه با مسائل اخلاق حرفه‌ای نکات زیادی هست امیدوارم کمی به خودمون بیاییم و سعی کنیم از راه درست و خوب زندگی بکنیم چرا که در رشته‌های پزشکی خوشبختانه از راه درست زندگی کردن و کار کردن هم میتونه درآمد خوبی برای شما داشته باشه پس احتیاجی به این همه دردسر ساختن برای بیماران نداریم لطفاً بیمارو یا آزاد بذارید خودش هر آزمایشگاهی دوست داره بره هر فیزیوتراپی دوست داره بره هر مطب دیگه دوست داره بره و یا بر مبنای اولویت‌های کاری و درمانی اونو ارجا بدین نه اینکه این به این راحتی زنگ میزنی به مطب این دکتر میگه شما پورسانت بدین به ما ما مریض بیشتری بهتون معرفی میکنیم خب بحث ما این موضوع نیست خواستم فقط این کلیپ رو اشاره بکنم و بپردازیم به ادامه بحث خب همجوری که در برنامه قبل اشاره کردم یکی از راه های خوب پیشگیری از آسیب ها در ورزش اینه که رو اصول پیش بریم بدن ما به خوبی گرم بکنیم و به خوبی سرد بکنیم که در هفته پیش به دو تا مثال هم اشاره کردم کسی که فوتبال بازی میکرده دوچاره پلویکتیل شده و یا کسی که ورزش زیاد میکرده و گرم نمیکرده و سرد نمیکرده هیپش مشکل پیدا کرده که دکتر توصیه کرده مفصل هیپش رو عوض کنه اگه بخوایم به این مثالهای ورزشی و یا آسیب های ناشی از ورزش زیاد و یا نادرست بپردازیم خیلی زیاده و نمیخوام وقت برنامه را بیشتر از این بگیرم ولی یه سری نکاتی هست که ما بایستی رعایت بکنیم تا بتونیم از این آسیب ها پیشگیری بکنیم با عنوان مثال به ورزش کشتی نگاه کنیم خب ما فیزیوتراپیست ها خوشبختانه بخاطر اینکه با کشتیگیران زیادی در رابطه هستیم بعد چند بیمار دیدن متوجه خیلی از نکات در این ورزش کاران میشیم به طور مختصر به چند تا از این موضوعات میپردازم و امیدوارم که شما بتونید بهترین استفاده رو بکنید خب دوست ناحیه از بدن در هر ورزشی باید بیشترین ثبات و قدرت رو داشته باشه تا ما بتونیم به بهترین نحوه اون ورزش رو اجرا بکنیم وقتی که به ورزش کشتی نگاه می کنیم این نایی ها عبارتند از مهمترینش نایه کمر زانو و شونه ها همه تون فیلم های کشتی یا خود کشتی رو از نزدیک دیدین تمام زوری که این ورزشکارا بایستی تو، تولید کنه بعدا در واقع تا بتونه یک کشتیگیر دیگه رو ببره بالای سر و بچرخونه از نایه کمر میاد در واقع برای انجام اکثر فعالیت های روزانه و تمرین ها و ورزش ها نیروی اصلی از نایه کمر تولید میشه و به همین دلیل هست که ثبات کمر خیلی حاز اهمیت هست و خوشبختانه یک برنامه فقط به ثبات کمر اختصاص دادیم که میتونید لینکش رو ببینید و تمریناتش انجام بدید بنده دهها کشتیگی رو از نزدیک مورد معاینه قرار دادم و وقتی که ثبات کمر اینا رو مورد ارزیابی قرار می میبینی که خیلی هاشون از من فیزیوتراپیستم هم ثبات نای کمر پایین تری دارن خب این کشتگیر تمرینات رو انجام میده بنده هیچ کاری به اینکه مربیان خوبی دارن یا ندارن ندارم بحث بنده اون نیست ولی ببینید بدن رو بایستی از زوایای مختلف مورد ارزیابی قرار داد از مسائل روحی روانی گرفته تا مسائل کاری تا مسائل خانوادگی تا نحوه تغذیه تا نحوه استراحت تا نحوه قضامون و مهمتر از همه نحوه تمرین ها و تکنیک هایی که ما در زمان آماده شدن برای مسابقات انجام میدیم میتونه روی کشتیگیر تأثیرات زیادی داشته باشه که خوشبختانه مربیان خیلی خوبی هم هستن که تو این موارد کار میکنن ولی بازم بنده دیدم کشتیگیرانی رو که تمام این مسائلو رو پشت سر گذاشتن این مراحلو پشت سر گذاشتن ولی وقتی که ثبات کمرش مورد ارزیابی قرار میدیم میبینیم که خیلی ضعیفه و بعد چند ماه کار کردن رو ثبات نایه کمر متوجه میشه که تمام تکنیکاش بهتر شد تمام نکات خوب رو آیت میکنه چرا که وقتی تکنیک رو بلد باشی ولی نیرو از جای درست در بدن شروع نشه شما نمیتونید تکنیک رو خوب انجام بدین و همون تکنیک بالا بردن یه نفر بالای سر و چرخش رو زمین زدن اگه دقت بکنیم یا به تکنیکی که کشتیگیرها اینقدر همدیگه رو حل میدن نگاه بکنیم متوجه میشیم که تمام این نیروها بایستی از ناحیه کمر شروع بشه البته اینم توجه بکنیم که بدن یه طوریه که بر مبنای مقدار نیرویی که نیاز داره مایچه های مختلفی را به کار میندازه تا بیشترین نیرو رو تولید بکنه وقتی که کشتیگیری تو نای کمر یا ثبات کمرش ضعیف باشه میخواد یه نفر رو بلند کنه روی سر به چرخون زمین بزنه یا به زانوش فشار میاد یا به شونش فشار میاد و مهمتر از همه به کمرش فشار میاد و آسیب میبینه و وقتی هم که آسیب شروع شد دیگه بر مبنای نوع آسیب و بیماری چندین هفته تا چندین ماه میتونه بهش صدمه وارد بشه و نتونه زمان رو تو کشتی بذاره و وقتش رو از دست بده و اونجاست که میبینی یکی از بهترین مسابقات که میتونست مدال بیاره را از دست میده تو فوتبال معمولا تلویزیون ما زیاد نشون میده همتون میبینید که هر مسابقه ای که نگاه میکنیم میگه فلان بازیکن قایبه به خاطر این آسیب یا اونی که تحت درمانه یا اونی که تو نوبت جراحی یا اونی که جراحی کرده در ریکاوریش رو انجام میده پس ببینید نبایستی بذاریم به اون مرحله برسه که ما دنبال درمان بریم چرا که با پیشگیری خیلی از این آسیب ها را میشه جلوگیری کرد و این پیشگیری برای هر ورزشی فرق میکنه یا در واقع اینجوری بگم متد های جلوگیری از آسیب های ورزشی در هر رشته ورزشی فرق میکنه که بازم توصیه میکنم به اون برنامه های مختص این در 15 تا ورزشی که نشون دادم مراجعه بکنید اگه اهل این ورزش ها هستید برگردیم به فعالیت های یک کشتگیر در زمان مسابقه یا تمرین یه مثال میزنم براتون که خیلی موضی واضح تر بشه ببینید به کشتیگیرها که نگاه میکنه میبینه همه گوشاشون شکسته و در اون اوائل هم برای خیلی از اینا یه نوع افتخاریه که گوششون شکسته باشه دلیل سادهش اینه که به خاطر ضربه های ناگاهانی و اشتباهی که در زمان تمرین به اینا وارد میشه یا در زمین خوردن و غیره پیچش گوش و فشاری که بهش میاد باعث میشه که اون قضروف گوش بشکنه و اون مدلی که میبینید میشه به همین نحوه به زانوی کشتگیر آسیب وارد میشه به کمرش آسیب وارد میشه و به گردنش آسیب وارد میشه خب برای گوش متاسفانه نمیشه کار زیادی کرد ولی برای زانو و کمر و گردن میشه خیلی کارا کرد ببینید با عنوان مثال به گردن نگاه میکنیم که چون سر میره تو سینه و حول میده هم رو وقتی که گردن یک کشتیگیر از اون توانایی لازم برخوردار باشه برای ایجاد اون مقدار نیرو به این راحتی ها آسیبی به دیسک گردن این کشتیگیر وارد نمیشه البته اینم اشاره بکنم که شاید 50 درصد این آسیب های ورزشی به تصادفات و شرایطی که در آن لحظه پیش میاد با من مثال خم شدن ناگهانی ضربه ناگهانی حرکت اشتباه ناگهانی ولی خیلی از این آسیبا هم ناشی از یا ضعیف بودن یک ناحیه در بدن هست و یا تکرار این فشارها و ضربه هایی که در طی هفته ها و ماه ها به گردن و کمر یک کشتگیر وارد میشه هست برای اینکه بتونیم بهترین کشتی را ارائه بدیم و آسیب ها را جلوگیری بکنیم یکی اینکه تمرین های خوب و لازم داریم که خوشبختانه مربیانشون روی این نکات توجه میکنن ولی یه سری نکاتی هست که از چشم بهترین مربی هم شاید دیده نشه و اون شامل بالانس توی مایچه هاست مقدار حرکتی که یک مفصل داره یعنی در خیلی از افراد مفاصلشون یا هایپر هستن که در واقع زیاد حرکت میکنن که خیلیاتون دیدین وقتی یه نفر رو پاش میشه زانوهاش به عقب میره و یا عدم حرکت کافی در یه سری افراد هست که باعث میشه مشکلات پیش بیاد خب این هایپر یا شل بودن یا حرکت بیش از حد مفصل زانو را یه مربی کشتی نمیبینه رشتش نیست و یا کوتاهی مایچه ها و اون شاغل بودن بدن که نکته خیلی حاز اهمیتی هست توسط مربی پیکاپ نمیشه در واقع دیده نمیشه چون رشتش نیست به همین لحاظ هست که افرادی که در حد پروفشنال تمرین میکنن ورزش میکنن حالا هر رشته ای فرق نمیکنه بایستی مرتب تحت نظر یک فیزیوتراپیست خوب باشن چرا که از حرکت مفاصل گرفته تا طول و اندازه مایچه ها تا استیفنس و خشکی بافت ها تمام اینها توسط فیزیوتراپیست ارزیابی میشه و اندازه گیری میشه و براشون راه حل داریم براشون متد درمانی داریم براشون متد پیشگیری داریم به عنوان مثال تو همین کشتی دوباره نگاه کنیم به حرکاتی که موقع فنهای مختلف به روی زانو انجام میبینیم زانو در یه سری شرایط یهو یا میپیچه یا خیلی از مواقع هستش که کشتیگیر طرف رو بلند کرده و چون میخواد به چرخونه یه پاشو باید بیاره بالا در واقع کشتیگیر وزن خودش و زوایایی که پیش میاد و 60 70 کیلوگرم وزن یه کشتیگیر دیگه رو برده بالا سر و روی پا وایستاده یعنی پیش میاد موقع انجام فنا این شرایط پیش میاد خب این زانویی که این همه وزن روش افتاده و تحمل میکنه از اون ور نیروی جاذبه هست نیروی گرند ریاکشن فورس هست که از پایین به بدن وارد میشه تمام اینا رو وقتی بخوای حساب بکنیم متوجه میشه که این زانو واقعا چقدر تحت فشار هست و به همین لحاظ اگه این شخص از قبل زانوی داشته باشه که یا صاف نباشه یا شاغ... شاغول نباشه و یا حرکت توش زیاد باشه یا ثبات کافی نداشته باشه یا تاندون های نگهدارنده این مفصل به اندازه کافی قوی و در دارای تن خوبی نباشن باعث میشه که اون زانو در واقع گیواب بکنه یا پیچ بخوره یا طرف نتونه فنش خوب اجرا بکنه به خاطر دردی که در اون لحظه در زانوش حس میکنه پس ببینید مسائل خیلی زیاده و باعث تمام این موضوعات مرتب مورد بررسی قرار بگیرند و از مربیان عزیزم میخوام که تمام بازیکنهای حرفه ایشون رو مرتب پیش فیزیوتراپیست بفرستن البته خیلی از جاها فیزیوتراپیست های خوب اون همکاران دارن سعیشون رو میکنن و متودهای خیلی خوبی ارائه میدن ولی اکثر ورزشکاران حرفه‌ای ما هم به فیزیوتراپی چندان رجوع نمی‌کنن و همین دقیقا باعث جلوگیری نکردن از یه سری مشکلات میشه به تون و طول مایچه ها اشاره کردم به عنوان مثال در خیلی از ورزش ها به خاطر تکرار زیاد و عدم گرم کردن و سرد کردن خوب بدن مایچه ها کوتا میشن و اینو فکر کنم قبلا هم گفتم مایچه ها همیشه عکس همدیگه و یا بهتر بگم با همدیگه در جهت عکس کار میکنن که میگیم اگونیست انتاگونیست وقتی که شما مایچه بازو را خم میکنید مایچه پشت بازو شما باستی کش بیاد فرض کنید من مایچه پشت بازو رو ور میدارم با یک میله آهنی اینو به اینجا وصل میکنم فرقی نمیکنه چقدر این بایسپس من یا مایچه جل دست من قوی باشه باز هم من نمیتونم آرنجم رو خم کنم برای اینکه وقتی که این خم میشه این دیگه آهنه نمیتونه کش بیاد به همین منوال برای پاها برای مایچه پشت پا جلوی پا برای مایچه ساق پا جلوی ساق پا برای مایچه دست ها ها همیشه یه مایچه منقبض میشه یکی دیگه ریلکس میشه و اینجاست که اگه یه مایشه کوتاه باشه نمیتونه کارایی خوب داشته باشه و یا فشار بیش از حد به مایچه مقابلش میاد که باعث آسیب میشه و یا عدم انجام حرکت و فن درست یا به اکیلیس تندون نگاه بکنیم در خیلی از مواقع به خاطر فشارها و تمرینات زیادی که ورزشکاران عزیز انجام میدن در رشته های مختلف مخصوصا در رشته هایی که دو زیاد داره مثل فوتبال، بسکتبال، والیبال، دو این تاندوم وقتی کوتاه میشه باعث ده ها بیماری میشه به همین لحاظ باعثی تمام این بافت ها در یک تون خیلی خوبی باشن ببینید مایچه برای اینکه بتونه منقبض منبسط بشه ده ها نکته فیزیولوژی اتفاق میفته تا این حرکت خیلی ساده منقبض منبسط شدن مایچه انجام میشه وقتی که تنشن یا خشکی یک تاندون اکیلیس به عنوان مثال بالا باشه این نمیتونه اون حرکت خم کردن و راست کردن مچ پاتون رو به خوبی انجام بده و در یه لحظه فشار نمیتونه تحمل بکنه و باعث میشه پاتون با عنوان مثال پیچ بخوره و یا در ورزش های رزمی با عنوان مثال همین هفته پیش بنده یه خانمی داشتم که یکی از مربیه خیلی خوبه تکواندو اومده میگه من زانوم دو ساله درد داره و جدیدا دیگه نمیتونم به اون طوری که دلم میخواد تمرین رو ادامه بدم و وقتی که نتیجه رو خوندم و ارزیابی قرار دادیم دیدیم که عدم ثبات زانو باعث شده که این بیماریش به موقع خوب نشه پس ببینید همین ثبات زانو در خیلی از ورزش ها اثرات خیلی زیادی رو پیشگیری کردن از بیماری ها و آسیب ها داره که اون هم باز توسط یه فرد معمولی یا مربی بدنسازی اصلا دیده نمیشه بنده جسارت نشه به همکاران و عزیزانی که کار مربیگری میکنه اینا اونها رو فنون و تکنیک هایی کار میکنن که در اون رشته تبهر دارن و خیلی هم عالی است ولی نکاتی هست که توسط رشته های دیگه بایستی بررسی بشه و ارزیابی بشه منجم که میتونه این مسائل رو به خوبی ببینه و بدنتون مورد ارزیابی قرار بده و اون موقع است که میتونه شما نه تنها بدن سالم و خوبی داشته باشید، نه تنها پیشگیری بکنید از خیلی از آسیب ناشی از اون مشکلات بلکه فنون رو به خوبی اجرا بکنید وقتی که بدن رو فرم باشه کوتاهی نداشته باشه بالانس داشته باشه شاغول باشه قدرت کافی داشته باشه بعد اون موقع است که میتونه فنون رو خوب اجرا بکنه مایچه ای که کوفته است مایچه ای که خسته است به خاطر اوورترنینگ یا تمرین زیاد این مایچه نمیتونه کارایی خوب داشته باشه موقع اجرای فنون به همین لحاظ هست که امیدوارم شما عزیزانی که تمرین میکنید یا ورزش های خاصی رو انجام میدین به طور پروفشنال حتما و حتما به این نکات توجه بکنید خیلی وقتا با چهار تا تست ساده خودتون میتونید اینها را انجام بدین و یا موقع فعالیت ها وقتی میبینید یک جای محدودیت هست یک حرکت رو نمیتونید به خوبی انجام بدین این نشون میده که مشکل دارین یه تست ساده یکی همون تاچ توس رسیدن دست به پنجه های مچ پا یه تست خیلی ساده ای که همتون باسی بتونید انجام بدین و یا روی پا وایستین پای دیگر رو بیارین 90 درجه زانو رو خم بکنید اگه کسی تعادل نداشته باشه یا نتونه 20 ثانیه روی پا وایسته باز نشون از اینه که یه چند جا اشکال داره پس مسائل و موضوعات در رابطه با پیشگیری از بیماری ها و آسیب های ناشی از ورزش خیلی زیاد هستن امیدوارم که با مدیریت خوب بدنتون بتونید خیلی از این بیماری ها را پیشگیری بکنید و به درجات و مقامات بالاتری در رشته که ورزش میکنید برسید برنامه به آخر رسید شما را در اینجا به خدا میسپارم تا برنامه بعد و هفته بعد روز روزگار خوش خدا نگهدار.